با سلام به بینندگان عزیز، من آذر ماجدی هستم. در ویدیو بلاگ امروز میخواستم راجع به یک پدیده هم تأسف آور و هم مضحک صحبت کنم. کالای جدیدی به بازار اومده. این کالا به خصوص تو کشورهای اسلام زده تحت قدرت و تسلط اسلام خریدار زیادی پیدا کرده، تو برخی کشورهای آفریقایی، تو کل آفریقا البته اینطور که میگن، و توی کشور مصر به خصوص بسیار جنجال آفرین بوده. علیه این کالا فتواهای بسیاری هم صادر شده. خریدارهای این کالا، استفاده کننده های اون و وارد کننده های اون از کشور چین به قصاص و شلاق تهدید شدن. دعوا بر سر اینکه با اینها چه باید کرد در مجلس مصر الان مطرح هست. گویی اینا هیچ کار دیگه ای ندارن جز اینکه سر این چیزا به بحث و جنجال بپردازند. برای گرفتن انحصار این کالا، برای ورود به مصر، بازرگانان سر دست میشکنن، با همدیگه به رقابت بلند شدن که چگونه میتونن این کالا رو، انحصار وارد کردنش رو از چین به دست بیارن. این کالا اسمش پرده بکارت یک بار مصرفه. آیا واقعا مضحک نیست؟ آیا واقعا انسان دچار تأثیر و تأسف نمیشه که تو قرن 21 هنوز مسئله پرده بکارت این همه بحث و دعوا و فتوا و قصاص و شلاق و پول سود دورش داره میچرخه؟ از یه طرف سرمایه دار که دنبال پول و سود و هیچ انگیزه دیگه جز اون نداره، داره میدوه این کالا رو پیدا کرده، فهمیده که براش خریدار وجود داره تو این دنیای عقب مونده، مذهب زده، اسلام زده، زنستیز، مرد سالار که عقاید و ارزش‌های قبیله‌ای برش حکمرانه، فهمیده که یه همچین کالای بازار داره توی چینی که افکار و محافظه‌کار شدیدی هم اتفاقا برش حاکمه. این کالا رو فوراً تشخیص دادن که میتونن بازار خوبی براش پیدا کنن و سود داشته باشه، تولیدش کردن. از یه طرف یه عده بازرگان متوجه شدن که توش سود هست و پول هست، دارن سر و دست میشکنن و با هم به رقابت بلند شدن که اونو وارد کنن توی کشوری که توش زندگی میکنن. از یه طرف دستگاه مذهب، مافیای مذهب این پرده بکارت یک بار مصرف داره ارکانشو به لرزه در میاره، افتادن به دست و پا که چگونه مانع ورود اون بشن. داد و فغان بلند کردن که این باعث میشه زنا وسوسه بشن. ها، پرده بکارت یک بار مصرف باعث میشه زنا وسوسه میشن، یعنی این که باعث میشه دختران جوونی رو که زیر فشار قیود و در اسارت و در بندگی ارزش‌های عقب مونده نمیتونن خودشون در مورد احساسشون، در مورد روابطشون تصمیم بگیرن و همش زیر نظر و زیر فشار هستند، این ممکنه برای این پرده بکارت یک بار مصرف ممکنه فشارهای مجازاتی زمانی که تصمیم میگیرن که اون کاری که میخوان بکنن رو کاهش میده براشون. یعنی این وسوسه، یعنی این که دیگه ترس کمتری براشون حاکم خواهد بود و میتونن با این فکر که یک جوری میتونن ریاکاری و با اصطلاح دروغ و ریاکاری میتونن خودشون رو نجات بدن. این اتفاقیه که داره میفته. این اتفاق تأثیرآور، این اتفاق مضحکه، برای اینکه پوچیه این پدیده‌ای به اسم پرده بکارت رو در عین حال عقب موندگی افکار و ارزش‌هایی که بر جامعه حاکمه، در عین حال نشون دادن
کثافتی که توی دستگاه مذهبی و اسلام و تمام زن ستیزیش هست رو همه رو با هم بیرون میریزه. تمام چرک و کثافتی که این فرهنگ، این ارزش، این ایدئولوژی تو جامعه تولید و باز تولید میکنن همه رو با هم میکشه بیرون و میذاره جلوی چشممون. مثل چرکیه که در درون همیشه وجود داشته و یه دفعه یه دمل بزرگی که میترکه به همون نشون میده که یه چیز قده چرکی توی بدن بوده و باید ازش خلاص شد. اگه تا حالا این رو نمیدونستیم الان دیگه میدونیم. این پرده بکارت که باعث خونریزی های شدیدی طی تاریخ بوده، زنای زیادی جون خودشون رو به خاطر اینکه توی شب به اصطلاح زفاف خون نپاشیدن به تخت خواب از دست دادن. فقط تصور کنید رابطه‌ای که باید انسانی باشه، باید با عاطفه و محبت باشه، با دوستی و نزدیکی باشه، اساس و پایش بر خشونت و خون بنا گذاشته میشه. رابطه خانواده، همسری، زناشویی، هر چی که بخواید اسمش رو بذارید، تحت این فرهنگ مردسالار زنستیز، تحت این مذهب، این حاکمیت، این مذهب عقب مونده اسلام، معنایی جز این نداره که باید اساسش بر خون و خشونت باشه. اگر مرد نتونه در رابطه جنسی که با زنش میگیره اون رو به خون ریزی وادار بکنه، اون رو به خون بیاندازه، بعد باید سرش رو ببره. به هر حال یه جایی باید خون بریزه، یه جایی باید با خون این قضیه پیوند بخوره، آغشته بشه. این تمام اون چرک و کثافت فرهنگ عقب مونده، ارزش‌های عقب مونده، ایدئولوژی عقب مونده مذهبی زن ستیزه. و چه خوب الان داریم می‌بینیم این تناقضی در این حال وجود داره، اون ریاکاری که وجود داره، اون کثافتی که وجود داره رو داریم تو این دعواهای بازرگانا و سرمایه‌دارای توی مصر و چین با دستگاه مذهبی توی مصر داریم مشاهده میکنیم. تمام این پدیده پرده بکارت که تحقیقات زیادی میگن اصلا یک افسانه بیشتر نیست، عملا از نظر پزشکی بیولوژیک چیزی نیست جز حقارت زن، تحقیر زن، تحقیر مرد هم و تحقیر انسانیت و تحقیر مناسبات انسانی و یک جامعه انسانی. تمام ریاکاری که، دروغی که پشت این پدیده وجود داره، ریاکاری و دروغی که جامعه تمام اساس و بنیادش بر اون پایگذاری شده، ریاکاری که اساس و پایه دستگاه مذهبی هست. یک بار دیگه این کالای جدید به ما نشون میده که باید علیه فرهنگ مردسالار، علیه زن ستیزی، علیه تمام نمودهاش و ریشه اون مبارزه کنیم. باید از شر این فرهنگ و ایدئولوژی عقب مونده خلاصی پیدا بکنیم. به خصوص باید از جامعه مذهب زدایی کنیم. مذهب و دستگاه مذهبی جز اشاعه خرافات، ریاکاری، دروغ، خشونت چیز دیگه ای نیست و ما این رو داریم هر روز و هر روز با گوش و پوست خودمون تجربه میکنیم و با چشمان خودمون مشاهده میکنیم. مذهب تولید کننده زن ستیزی، عقب موندگی، خرافه، دروغ، تعصب و جهالته. پرده بکارت و لزوم وجودش از نظر این فرهنگ، این ارزش و این جامعه یکی از نمودهاشه، یکی از نمودهای که خشونت و حقارت و ریاکاری رو همه رو با هم یک جا میاره و زندگی دوتا انسانی رو که قراره با هم دیگه رابطه انسانی داشته باشن، با هم بچه داشته باشن، از همون اول با خون و خشونت آغشته میکنه. مذهب زدایی در تمام سطوح اجتماعی و فرهنگی و سکولاریزم به عنوان پاسخ سیاسی یکی از راه‌های بسیار مهم و ضروری
پاک کردن جامعه از این فرهنگ و ایدئولوژی و ارزش‌های عقب مانده و جهالت آوره.